بینندگان عزیز سلام و احترامات ما را قبول بکنین این بار خواستیم مصاحبه خصوصی با سفیر اتحادیه اروپا داشته باشیم آقای فرانس مایک ملبن اینجا با ما هستند تا با اینا در مورد انتخابات افغانستان اصلاحاتی که در این مورد به وجود آمده و همچنان کارکردهای های بیش از دو نیم سال حکومت وحدت ملی که تا حال چگونه اینا ارزیابی میکنن و همچنان مسائل دیگری که مهم است و قضای افغانستان با او جدا ربط داره مسئله معاون اول رئیس جمهور آقای دوستم است که متهم شدن از طرف احمد که گویا بالایشان تجاوز صورت گرفته و اینا را شدیدن لط و کوب کردن و مسائل دیگر هم در این مصاحبه اقتصادی با هم خواد در نظر گرفتیم و از صحبتهای خواد داشتیم و مصاحبه را رسما آغاز میکنیم Thank you very much Mr. Franz Macmillan تشکر میکنم آقای میلیبن که با خاطر مصاحبه با ما وقت را اختصاص دادین First of all thank you very much First of all I would like to come on the in... نخست از همه میخوام بس روی فعالیت های بیش از دونیم سال حکومت وحدتی ملی داشته باشیم. شما چی فکر میکنید؟ آیا حکومت وحدت ملی توانسته است که تمامی مسائل را مدیریت کند؟ آیا در فعالیت های خیش موفق بوده؟ <applause> حکومت وحدت ملی وعده های زیاده داده بود که باید عملی شود لازم است تا برای مردم افغانستان خدمات بیشتر را ارائه کند با باور من تای سال گذشته در بعض کارها پیشرفت های به وجود آمده اما انجام شدن این کارها وقت زیاد گرفت و هنوز هم بر وفق توقعات مردم افغانستان عمل نشده است ما امیدوار هستیم که نظر به وعده هایی که در کنفرانس های بروکسل داده شده است سران حکومت می توانند با هم به پیش بروند و بر عملی کردن وعده خود تمرکز کنند حالا ما می بینیم که نظر به توقعات و کشورهای حمایت کننده کار زیاد انجام شده است و من امید دارم که امسال نیز انقباض بیشتر صورت گیرد و اصلاحات بیشتری که حکومت وعده داده بود با وجود آید چون افغانستان به این اصلاحات نیاز دارد. زمانی که ما روی حکومت وحدت ملی و فعالیت‌هاش صحبت می‌کنیم یک نکته خیلی برجسته وجود دارد که آن اختلاف‌های درون حکومتی بخصوص خصوص اختلاف‌ها میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی در این حال مسئولان دیگر نیز ها را نشان دادند مانند معاون اول ریاست جمهوری چطور شما باور دارید که این حکومت با این همه اختلاف‌های درون حکومتی در یک مسیر مناسب و مثبت به پیش می‌رود فکر می کنید که این اختلاف ها راه را برای یک نتیجه مثبت و افغانستان بهتر باز خواهد کرد؟ آنطور که شما گفتید این در حال است که کارهای زیادی است که باید انجام شود. حکومت های اطلافی مشکلات میان خود می داشته باشند همیشه تصمیم گریه های فردی آسان می باشد حکومت های اطلافی فواید نیز دارند و من فکر می کنم که تفاهم روی اصلاحات انتخاباتی صورت گرفته است فکر می کنم این برای کشور مهم بود که باید در پرتو تفاهم نامه سیاسی امور حکومت به پیش برود حالا در چنین ساختار به پیش رفتن دشوار است و فکر می کنم که همه ما می که دشوار خواهد بود اما به نظر من با در نظر داشت مشکلات زمانی این بهترین راه حل بود و من فکر می کنم که این ارتباط می گیرد با رهبری سیاسی کشور رئیس جمهور و رئیس اجرایی که مسئولیت های خود را درک کنند و با هم تفاوت ها را از میان بردارند و اطمینان حاصل شود که ساختارهای حکومتی به طور موثر کار خود را ادامه می دهد به همین خاطر بله این دشوار خواهد بود اما ما می دانیم که مسئول است ما توقع آن رهبری را داریم که کارهایشان موثر باشد حالا انتخابات را که ما داشت شیم. امکان داشت که منجر به یک بحران عمیق شود و هر دو رهبر با هم به توافق رسیدند که می تواند افغانستان را در پیش برد امور یاری کند ما باید این را فراموش نکنیم اما زمان عملی کردن وعده ها فرار رسیده و دیر یا زود هر دو رهبر و یا حامیانشان به سوی انتخابات خواهند رفت و باید هر دویشان در این مورد فکر کنند Don't you think the word both فکر نمی کنید که کلمه هر دو یعنی رئیس جمهور و رئیس اجرایه با در نظر داشت قانون اساسی افغانستان یک چیز غیر عادی است. اینها در این حال وعده کرده بودند که تغییرات پیهم و مثبت را به وجود خواهند آورد. بخصوص در ساختار حکومتی که حالا با او حکومت وحدت ملی گفته می شود. اما این ساختار هنوز هم در تضاد با همه قوانین خصوص قانون اساسی وجود دارد. تغییر به وجود نیامد، جرگه برگزار نشد و این اساسی ترین نیازی است اگر ما خواستار عمل عمل بر روی قانون اساسی افغانستان باشیم من به با این مسئله کم متفاوت تر نگاه می کنم خاطر که من فکر می کنم که حکومت وحدت ملی به هیچ وجه در تضاد با قانون اساسی نیست قانون اساسی نمی گوید که شما نمی توانید حکومت ائتلافی ایجاد کنید و به تفاهم سیاسی برسید But Says that there be one اما قانون اساسی افغانستان این مسئله را تصریح ساخته است که باید یک رئیس جمهور وجود داشته باشد اما حالا تقسیمات پینجا پینجا در درون حکومت به شکل یک نگرانی بجایش مانده است شما چطور به این شکل حکومت را تقسیم می کنید؟ کدام بخش قانون اساسی افغانستان در خطاب برای جمهور گفته است که باید پست جدید را به نام ریاست اجرایی که رهبریش را دکتر عبدالله به دوش دارد با وجود آوری و پینجا فیصد حکومت تقسیم کنید آن که قانون اساسی می گوید در اینجا تنها یک رئیس جمهور وجود دارد من فکر نمی کنم که پست ریاست اجراییه با موقف و مشروعیت رئیس جمهور صد موارد کند یقینا رئیس جمهور می تواند بخش های از قدرت خود را بر رئیس اجرایی واگذار کند و به نظر من حکومت وحدت ملی با در نظر داشت قانون اساسی با وجود آمده است من می دانم که بعضی افراد به این مسئله از دید متفاوت می نگرن. اما برای من این یک راه حل مطابق قانون اساسی به نظر می رسد.

اما زمانی که ما نتایج حکومت وحدت ملی را مشاهده کردیم و کمیسیون مستقل انتخابات نتیجه را اعلام کرد خیلی دیر بود و قانون اساسی افغانستان به شکل بسیار بدش ضربه حتی بعضی از دیپلمات های خارجی این را به یک خواب بسیار و شتناک مسما کردیم پس شما چطور این حکومت را مثبت و قانونی می‌خوانید؟ خوانید خاطر که به این شکل ساختاری وجود ندارد یک بار دیگر تاکید می بر این مسئله زیرا این من نیستم که این را بلکه قانون قانون افغانستان سراحت دارد و این حکومت با تضاد در قانون اساسی افغانستان به وجود آورده شده است. خب قانون اساسی افغانستان میگوید که باید یک رئیس جمهور وجود داشته باشد و حالا رئیس جمهور وجود دارد در پهلویش موجودیت رئیس اجرایی به نظر من مشکل ندارد بسیاری چیزها را قانون اساسی نگفته است شما میدانید که قانون اساسی کرسیهای های را مشخص نساخته است وزیر زراعت وزیر صحت عامه و دیگر همچنان در قانون اساسی ذکر نشده است رئیس جمهور صلاحیت دارد که قدرت خود را کند و وی این کار را انجام داده است وی قدرت خود را به وزیران و همچنان رئیس اجرایه محول کرده است به نظر من این کار در مطابقت با قانون اساسی صورت گرفته است حالا مهم این است که ما نتایج انتخابات را در نظر بگیریم و باید به یاد داشته باشیم که اکثریت مردم به دکتر غنی و دکتر عبدالله رای دادند و اینها حالا رهبری کشور را به عهده دارند به همین خاطر توافق سیاسی یک راه حل خوبی بود تا با شکل گرفتن حکومت وحدت ملی امور حکومتداری پیش برود. پس این حکومت یک رای حل سیاسی برای معضل افغانستان و انتخابات گذشته است. اما قانون اساسی چی؟ قانون مربوط به انتخابات و دیگر قوانین چی که این چونین حکومت را مجال نمی دهد چون در اصل باید بین دو رقیب یک برنده باشد و یکی آنها باید رئیس جمهور باشد. پس این چونین ساختار که حالا به وجود آمده چی معنی دارد و شما چی آن را حمایت کرده می تانید؟ به خاطر که شما سیاست مداران باخرد و قانوندانان ماهر دارید یعنی قانون اساسی شما میگوید که یک رئیس جمهور باید وجود داشته باشد و حالا یک رئیس جمهور وجود دارد من به این نظر نیستم که کرسی ریاست اجرایی خارج از ساختار قانون اساسی است من میدانم که یک تعداد هستند که نظریه متفاوت دارند اما برای من این یک مشکل نیست به خاطر که من در این مورد نظر قانونی را شریک نمی سازم. اما شما دخیل بودید اتحادی اروپا دخیل بود یونما دخیل بود و سفرات های خارجی همچنان شدیدن دخیل بودند تا ساختار حکومت به نام حکومت وحدت ملی به وجود آمد خب من فکر نمی کنم که در شکل دهی توافق سیاسی که در نتیجه آن حکومت وحدت ملی روی کار آمد دخیل بودم اما من می دانم که شما را از دیپلومات ها در این دخیل اما شما از آن حمایت نمی کنید اما من از حکومت وحدت ملی حمایت می کنم و فکر می کنم که توافق سیاسی بهتر بود و افغانستان را از حالت بیرون آورد که در قانون اساسی تعریف نشده بود و آن سوال بود که واقعا کی برنده انتخابات بود در نتیجه این تصمیم گرفته شد که کی باید رئیس جمهور باشد پس این همه باز هم در تضاد با قانون اساسی است. شما چیگونه بر روی قانون اساسی یک تفاهم را توجیه می این کار با در نظر داشته قانون اساسی صورت گرفت چون ممکن بود که یک توافق سیاسی با وجود آید و در آن بر این توافق شده است که کی باید رئیس جمهور باشد و این یک چیز مهم است. And now Anyways, we would come to... و حالا این حکومت به وجود آمده به هر صورت حالا میاییم به یک نکته دیگر در این نواخر اتهامات علیه معاون اول رئیس جمهور آقای دوستم وجود دارد یک مرد که قبلا معاون حزبش بوده آقای احمد ایش چیست و ادعا دارد که توسط آقای دوستم و محافظین وایش شکنجه شده است و حتی بالایش تجاوز جنسی صورت گرفته است پس موقف اتحادیه اروپا در این مورد چی است So what's the stance or positioning of EU according to this issue To us it's extremely important that this برای ما این قضیه شدیداً مهم است باید قانون عملی شود و عدالت تامین شود حالا این اتهامات خیلی بزرگ هستند و فکر می کنم که مردم در اقشار مختلف خواهان وضاحت در این مورد هستند برای ما مهم است که مسئله اجرات قانون داشته باشد هیچ کس فراتر از قانون نیست و باید با توجه به قانون این قضیه به خوبی دنبال شود من فکر می کنم آن چیزی که به نفع این کشور است این است که قضیه باید در یک چارچوب مناسب و حتمی دنبال شود و تصامیم که اتخاذ می شوند باید با در نظر داشته طرز عمل عدلی و قضایی کشور باشد و امیدوار هستیم که در نتیجه واضح شود که این اتهامات درست بود یا خیر این یک قضیه علمناک است و آن را تعقیب می کنیم به نظر شما چرا این قضیه وقت زیاد را در بر گرفته است مطمئن نیستم که وقت زیادی را در بر گرفته باشد ما قضیه را از نزدیک دنبال می کنیم و تا حال در پیش برده این پرونده ما شاهد فعالیت های سیستماتیک بوده ایم من خیلی مطمئن هستم که پرونده به همین شکل که توضیح داده شده به شکل قانونی دنبال شود و حالا ارگان های عدلی و قضایی دادستانی کال و غیره به کارهای خود ادامه می دهند. ما این پرونده را از نزدیک نظارت می کنیم تا با درستی به پیش برود و امیدوار هستیم که نتیجه شفاف داشته باشد. و شما چقدر بالای حکومت و به خصوص رئیس جمهور باور دارد که این قضیه به شکل مثبتش تعقیب کند و اگر این اتهامات صحت داشته باشد قضیه به شکل همه جانبه به نتیجه برسد؟ من شخصا در مورد درستی و نادرستی این اتهامات چیزی گفتن نمیتوانم و نمیتوانم قضاوت کنم اما بسیار مطمئن هستم که به شمول رئیس جمهور حکومت آماده است تا این پرونده را به شکل شاید و باید آن دنبال کند این یک قضیه مهم در مورد افغانستان است که قانون عملی شود و عدالت تامین شود این یک عنصر مهم در این قضیه است چون افراد در آن دخیل هستند که مسئولین بلند رتبه حکومت هستند But, uh, office... اما دادستانی کلی افغانستان سه بار از آقای دوستم خواسته است تا خودش و یا هم نماینده خود را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کند اما تا حال هیچ نتیجه به وجود نیامده است و پیشرفتی دیده نمی شود من فکر می کنم که در پرونده جرمی شما توقع همکاری کسانی را نمی توانید داشته باشید که دخیل آن است بعضا در چنین قضایا افرادی که بالایشان اتهامات وارد شدن تحت محافظت قرار می داشته باشند باید دیده شود که افراد دخیل در این پرونده با پروسه قانونی چگونه برخورد می کنند و هر آن چیزی که انجام می یابد مطابق قانون خواهد بود و حالا اجازه دهید تا تمرکز بر اصلاحات انتخاباتی در کشور داشته باشیم. در این اواخر اتهامات، ادعاها و مشکلات زیادی در مورد کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان که قرار است در آن اصلاحات آورده شود، به وجود آمده است. پیش از همه بر مسئله کمیشنران جدید برگزیده شده یا انتخاب شده برای کمیسیون مستقل انتخابات مکس می کنیم. شما چی فکر می کنید؟ آیا اینها به شکل خوب برگزیده شدند؟ پروسه گزینش شان شفاف بوده یا باز هم یک بخشی از تقسیمات پینجا پینجا در درون حکومت است؟ و آیا اراده وجود دارد که تمامی نتایج انتخابات بعد از این به نفع حکومت فعلی چرخانده شود و یک بار دیگر همین حکومت در کشور قدرت را به دست بیاورد؟ rule the country again? Well, I do believe that was. خب من باور دارم که این پروسه به شکل غیر عادی شفاف بوده و برای رسانه ها ممکن بود که حضور داشته باشند با کاندیدان زیاد مصاحبه صورت گرفت و توسط حکومت تشخیص داده شدند ما می دانیم که افغانستان کشور نیست که توقع تکامل پروسه ها در بسیاری موارد را داشته باشیم اما این یک پروسه شفاف بود حالا کمشنران جدید کارشان را آغاز کردند اتحادیه اروپا با کمشنران هر دو کمیسیون انتخاباتی یک جا کار میکند و همه به این معتقد هستند که به خاطر برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه کار کنند حالا همین ساختار انتخاباتی افغانستان است که ما همراهشان به کار خود ادامه می دهیم آنها می توانند که فعالیت های خیش را با استقلالیت به پیش ببرند و خودشان شفافیت را به وجود بیاورند آنها باید در مورد اصول و قواعد خیش اطمینان حاصل کنند و فعالیت ها و تصامیم خیش را مستقلانه اتخاذ کنند این همه در راستای به وجود آوردن اعتماد بر کمیسیون های انتخاباتی مهم است پس این یک پروسه خواهد بود و آنها باید در جریان کار خود نشان دهند که برای انتخابات شفاف و عادلانه تلاش می کنند و آنها ادعا دارند که این تلاش را آغاز کردند که امیدوار هستم شاهد همچنین چیز باشیم

خب من یقینا امید دارم که کارهای در حال انجام شدن است به خاطر که آنها به خاطر همین برگزیده شدن تا جایی که من خبر دارم و چیزهایی که آنها با ما و احزاب سیاسی شریک ساختند چیز برای تشویش وجود ندارد این یک وظیفه مهم و دشوار است که به هر دو کمیسیون انتخاباتی به خصوص کمیسیون انتخابات سپرده شده است به خاطر که انتخابات باید سربرا شود و آن هم در یک محیط بسا مشکل پس این یک کار آسان نیست که همه را و قان سازند و باز هم میگویم که کمیسیون باید مستقلانه عمل کند و مردم افغانستان اطمینان حاصل کنند که تصامیمشان روشن و شفاف است در گذشته کمیسیون ارتباطات قوی نداشت و حال در حال بهتر شدن است من خرسند هستم که اینها طی چند هفته با جامعه مدنی و احزاب سیاسی نشستهایی داشتند و این یک راه خوب است تا یک بار دیگر اعتماد مردم بالای انتخابات نهادی نشود و این کار در حال پیشرفت است That have meetings with civil society, that have meetings with political parties. This is the right way forward. This will increase, I believe, confidence. And what was work. the outcome of these me meetings and ac activities you were appointing to? Well, in... خب نخست از همه این یک فرصت خوب بود که جامعه مدنی و احزاب سیاسی در امور کلیدی این پروسه دخیل گردیده پس این یک فرصت خوب بود که پس این یک فرصت بود که کمیسیون های انتخاباتی مشوره های آنها را با خود داشته باشند تا حدود که من می دانم حلقات سیاسی در این روند حضور دارند و در مورد سیستم انتخاباتی و مسائل مربوط آن نظریات خیش را ارائه می هنوز نتایج این همه روشن About, uh, how are you going to deal with photo registration <clears throat> these issues are still not decided so we're going to have to see the outcomes with, uh, well all these reforms took years and now خب این همه اصلاحات سالها را در بر گرفت و حالا بیش از دو ماه میگذرد که کمیشنران جدید با وظایفشان برگزیده شدن اما گفته می شود که پیشرفتی وجود ندارد حتی رئیس دارالانشا تا حال انتخاب نشده است هیچ کسی در مورد آن سه شخص که به این سمت کاندید هستند تمرکز نمی کنند اسناد و معلومات دیگری که در مورد آنها به ریاست جمهوری فرستاده شده است و در این حال گفته می شود که افراد مسلکی هم نیستند و جدا با کمبود تجربه هم مواجه هستند این مانند گذشته بسیار مهم خواهد بود که آنها یک فرد درست را برای سمت دارال برگزینند. در گذشته اعتماد بالای روند انتخابات کاهش یافته و این بار باید اعتماد مردم یک بار دیگر جلب شود و یک تصمیم بسیار مهم است. حالا سه نفر بر رئیس جمهور پیشنهاد شدند. من چیزهای را در این مورد شنیدم و تصامیم مهمه در کمیسیون انتخابات در این مورد وجود داشت. من فکر میکنم که مردم میدانند که این سمت چقدر مهم است امید دارم که رئیس جمهور با در نظر داشت این همه یک تصمیم عاقلانه بگیرد و اگر فرد مورد نظر را نتوانستند دریابند پس بدون شک که باید تلاش برای یک فرد بهترتر صورت گیرد ما وقت کمی داریم پس اجازه دهید که با سوال ها و پاسخهای های کوتاهی به پیش برویم. می خواهم به یک نکته دیگر در مورد کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سم شکایت بپردازیم گفتن است و منابع ما برای ما گفتن که تمامی تسهیلات و همه وسایل کمیسیون مستقل انتخابات توسط کمیشنران قبلی به نحوی حیف و میل شده و همه وسایل آن را با خود بردند موترها، ایسی، جنراتورها و حتی فرنیچر و مبل را با خود بردند. آیا در این مورد معلومات دارید؟ فکر میکنید که این یک نحوه چور و چپاولی است و هیچ کس از آنها پرسان نمی کند. ما در این مورد با سوال های سخت مواجه هستیم و به خصوص در مورد موترهای نگران هستیم که باید به با کمشنران جدید تحویل داده شود من به نمایندگی کشورهای کمک کننده با رئیس جمهور در این مورد صحبت کردم و به طور خیلی واضح روی آن بحث کردیم که برای ما قابل قبول نیست چون این همه وسایل به خاطر پیشبرد انتخابات به کمیسیون ها داده شده است که هیچ کس از آن به شکل فردی استفاده کردن نمیتواند <applause> ریاست جمهوری به ما اطمینان داده است که این وسایل دوباره به کمیسیون ها محول میگردد و سرنوشت وسایل دیگر چگونه می شود؟ اگر چیزهای دیگر نیز وجود داشته باشند می خواهم در موردش بدانم و اگر چنین چیز باشد اصلا قابل قبول نخواهد بود و آجل خواستار برگشت آن خواهیم شد ما فعلا خواستار وسایت شدیم و تا برگشتاندن آن مسئله را دنبال می کنیم ما در مورد این موترها معلومات داریم و تا هر یک دوباره به کمیسیون ها محول نشده موضوع را تعقیب می کنیم. Okay. Uh, سوال اخیری من در مورد نفوذ کمیشنران قبلی هر دو کمیسون انتخاباتی است. گفتم می شود که آنها هنوز هم در درون کمیسون های انتخاباتی نفوذ دارند. I think that, uh, فکر می کنم که همه باید در این مورد موقف مسئولانه داشته باشند یعنی من حیث یک فرد عادی افغان هر کس می تواند در پروسه انتخابات دخیل باشد و از این مسئله انکار شدن نمی تواند این حق هر فرد و حتی کمشنران قبلی است اما به اعتقاد من کسانی که در انتخابات گذشته دخیل بودند باید بدانند که در مورد چگونگی انتخابات گذشته به اعتمادی زیاد به وجود آمده و باید مطمئن شوند که در انتخابات آینده بار دیگر دخالت نمی کنند چون این کار می اعتماد مردم بالای انتخابات آینده را نیز خدشدار سازد. اما فکر نمی کنید که رئیس جمهور آنها را در این پروسه احیم ساخت است چون سزده کمشنر قبلی را من حیث مشاورین خود برگزیده است. نمیدانم که این اشخاص در مورد انتخابات آینده مشوره میدهند یا خیر اما بین آنها و کمیسیون های انتخاباتی فاصله وجود خواهد داشت این یک مورد خیلی مهم است که باید مردم بالای نظام انتخاباتی اعتماد داشته باشند و چیزی که ما روی آن در حال حاضر بحث می کنیم اعتماد مردم بالای انتخابات آینده است تشکر می کنم آقای میریبن که با خاطر مصاحبه با ما وقت را اقتصاد داد بینندگان عزیز اینجا مصاحبه اختصاصی را به پایان میرسانیم حالا حالا سوالای خیلی زیاد هنوز هم در مورد حکومت وحدت ملی و فعالیت‌هایشان و همچنان اصلاحات انتخاباتی در کشور تا افغانستان و مردم افغانستان بتوانند یک بار دیگر برند به پای صندوق‌های رایدهی و همچنان برای افغانستان و آینده حکومت فعلی تصمیم خود را اتخاذ بکنند اعتماد سازی مردم مشکل دیگری بود و در این همه امور کشورهای خارجی و البته به خصوص اتحادیه اروپا جدا دخیل بوده تا در این مورد اصلاحات را به وجود بیارن همکاری بکنن تا و در این مورد آقای ملون از طرف خود اطمینان دادن برنامه را به همین جا با می میرسانیم وقت خوش داشته باشیم